رویتر، حمایت کشورهای بیشتری از طرح تحریم رژیم ایران در اتحادیه اروپا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ما به مقابله با حزب الله و حامی آن رژیم ایران متعهدیم. ادرویس: استفاده رژیم ایران از پول برجام برای کمک به حزب الله لبنان. با سلام، توجه شما را به در یک نگاه این ساعت جلب می‌کنیم. بنا به گزارش‌های دریافتی امروز پنجشنبه، مردم کازرون به رغم گسیل گله‌های مأموران و خودروهای ضد شورش برای چندمین روز متوالی در اعتراض به طرح تقسیم این شهرستان در میدان اصلی این شهر تجمع کردند. این تجمع در حالی انجام می شود که رژیم آخوندی با فرستادن امام جمعه رژیم در کازرون در جمع تظاهر کنندگان از انجام طرح تفکیک شهرستان کازرون عقب نشینی کرده و خواستار آن شده بود که مردم به تجمعات خود پایان بدهند. امروز پنجشنبه بازاریان و کسبه جوانرود در استان کرمانشاه بار دیگر در اعتراض به بسته بودن معابر مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی به اعتصاب خود ادامه دادند. این اعتصاب از روز یکشنبه 26 فروردین شروع شده و همچنان ادامه دارد. 3 فروردین 97 اعتصاب دامدار مردم شریف جوانرود. دار شدن حساب سی ام فروردین 97 جوان رود. حیو قطای ما یک خبرگزاری رویتر به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد دولت‌های اروپایی بیشتری در مقایسه با ماه قبل از طرح انگلستان، فرانسه و آلمان برای اعمال تحریم‌های جدید موشکی علیه رژیم ایران حمایت می‌کنند. بنا به این گزارش، کشورهای اروپایی پس از حمله رژیم سوریه به دوما با گاز شیمیایی از مقاومت خود در برابر طرح تحریم رژیم ایران کاستند. این اقدام کشورهای اروپایی با هدف جلب رضایت دونالد ترامپ صورت می‌گیرد که تهدید کرده است اگر توافق اتمی با رژیم ایران اصلاح نشود 22 اردیبهشت از آن خارج خواهد شد. هلر نایل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی پیامی به مناسبت سالگرد حمله به سفارت این کشور در بیروت که توسط حزب الله صورت گرفت گفت: ما متعهد به مقابله با این سازمان تروریستی و حامی آن رژیم ایران با قطع منابع و کشاندن سران و عاملان آن به پای میز عدالت هستیم. در 18 آوریل سال 1983، یعنی 35 سال پیش، در حمله حزب الله به سفارت آمریکا در بیروت، پایتخت لبنان، 63 نفر کشته شدند که دولت آمریکا حزب الله را مسئول این حمله تروریستی دانست. ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در جلسه استماع این کمیته درباره سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه گفت: رژیم ایران از پولی که از طریق برجام به دست آورده برای کمک به حزب الله لبنان استفاده می کند. به هشدار داد اگر آمریکا در خاورمیانه فعال نباشد، محققا رژیم ایران از این امر سوء استفاده خواهد کرد. این بود در یک نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.